الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. در جلسه های گذشته موضوع اون چی که بیاد ما میاد از زمان مرحوم آیت الله العظمى حاج آقا میرزا مهدی شیرازی رحمت الله علیه. گفتیم اون سختی هایی که اون وقت به ایشون و به تمام مراجع احاطه کرد، یکی از شیوه های دشمن ها موضوع اختلاف بین مراجع بود. گفتن که اگر اختلاف بیفته دیگه اینها شکست میخورن، و موضوع عرب و عجم در آوردن که مرحوم آقای حکیم مثلا عرب بوده، مثلا آقای میرزا مهدی شیرازی فارس فارس بوده، ایرانی بوده. مثلا از این راه اومدن، خواستن که یک شکافی بندازن بین مراجع. و اون وقتا موضوع عکس بود، همه اینهای منافقینی بودن که یه مشتی مثلا طرفدار اون آقا بودن، یه مشتی طرفدار آقای دیگه بودن. عکسای هم دیگه را علما را پخش میکردن برای سبک کردن این مراجع، بی خودی همینطور عکس پخش میکردن. تا حتی یک وقتی از اداره امن اون وقت عکس میوردن و تو خیابونا و تو بعضی دکونا، مثلا دکون ما، میگفتن که باید عکس فلان آقا رو بزنید، عکس فلان آقا رو وردارید، این عکس ممنوعه، اون عکس درسته. و از اینجور اختلافات که میخواستن به این وسیله این مراجع را یه خورده نسبتاً سبک کنن، که خودشون سبک شدن الحمدلله. مثلا آمدن دکون ما، گفتن که این عکسی که شما گذاشتید ما نمیگیم وردارید، باید عکس فلان آقا رو بذارید. اون فلان آقا مثلا طرفدار اون وقت دولت اون وقت بود. ما گفتیم که بابا ما یه دونه عکس برای تبرع گذاشتیم. اینجوری یعنی مردم را اذیت میکردن و میخواستن مراجع را سبک کنن. ولی مردم از رغبت خودشون نسبت به آیت الله شیرازی با رغبت تمام عکساشون را حتی تو خونه ها میزدن، تو دکونا میزدن، عکسای کوچیک بزرگ. و همینطور بعد از مرحوم میرزا مهدی شیرازی نسبت به فرزندشون حاج آقا محمد شیرازی، آقا حسن شیرازی، حاج آقا صادق شیرازی حفظه الله، اینها را مردم دوست می داشتن که عکسشون را داشته باشن.
این حرکت اختلاف آور را که اینها حرکت کردن، خود مراجع به این نیرنگ این منافقین جواب قاطع دادن و اون این بود که مرحوم آقای سید محسن حکیم و مرحوم میرزا مهدی شیرازی اینها در یک جلسه جمع شدن و از اونها عکس برداری شد و در تاریخ هم هست که مرحوم آقای حکیم با آقای میرزا مهدی شیرازی یک عکس خصوصی دارن که جفت هم نشستن و خیلی با لطف با هم دیگه دارن صحبت میکنن. این عکس که پخش شد جواب قاطعی بود برای اون منافقینی که میخواستن یک حرکت جاهلانه بکنن که بگن این و اون و اختلافی بندازن. این الحمدلله این جواب قاطع سبب شد که اونها تیرشون به سنگ خورد. و از راه‌های دیگه راه‌های خیلی منافقانه ای داشتن که بلواهای مثلا یکی از راه‌های منافقانه موضوع عید ماه رمضان بود یا هلال اول ماه رمضان که مثلا پیش اون آقا ثابت می شد، نزد آقای دیگه ثابت نمی شد. از این راه باز اختلاف می داختن و صحبت های می کردن. این منافقینی که بودن که همون منافقینی بودن که در زمان پیغمبر هم بودن منافقین و میخواستن که به واسطه به هر وسیله ای این نور الهی را خاموش کنن که الحمدلله یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم و یأبى الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. این حرکت های منافقانه دیگه راهی را نبود که نرفتن، به هر وسیله ای میخواستن، ولی الحمدلله اهل کربلا به عقیدشون متمسک بودن و نسبتاً به خانواده شیرازی علاقه خاصی داشتن و دارن و تا الان تمامی مؤمنین کربلا با روابطشون با خانواده شیرازی صمیمیه و خانوادگیه و امروز هم اون شمع روشنی که الان افروخته است، شمع بزرگ اسلام آیت الله العظما آقا صادق شیرازی، نورش الحمدلله در همه جا پخش شده و همه مطیع و مقلد و فرمانبردار اونها هستند. از مؤلفاتشون این مؤلفاتی که دارن دلیل بر علم این هاست که خدا سبحان الله خداوند متعال که انه علم را در این خانواده اختصاص داده و از کوچیک و بزرگ تمامشون ماشاءالله از علمای طراز اول هستن.
مرحومه سید محمد رضای شیرازی رحمت الله علیه که ایشون یک علاقه خاصی بنده با ایشون داشتم و هر سفری که می رفتم اونجا مخصوصا اول می رفتم خدمت ایشون و بیشتر وقتم را اونجا می گذروندم با اون اخلاق و با اون روگشادگی که داشت محضرش محضر علم بود رحمت الله علیه. دیگه ما به خبر فوت ایشون خیلی مردم ناراحت شدن، اصلا مثل اینکه یکی از فرزندانشون عزیزانشون رفته باشه. خدا انشاءالله ایشون هم غرق رحمت کنه. دیگه آیت الله العظمه آقا مجتبی شیرازی ایشون هم کربلا که بودن در تمام مدارس دینی ایشون سر می زدن، رابطه داشتن، امور طلبه ها و درس و این چیزا را ایشون اداره می کردن و شاعر هم بودن، همچنانی که مرحوم آقا حسن شیرازی شاعر بودن، آقای خود امیر جمیدی هم شاعر خوبی بودن، شعراشون من خونده بودم دیده بودم و کتاب هایی که صادر شد بعد از فوت ایشون شعراشون را درج کرده بودن و معلوم بود که شعرهای عمیقی داشتن. آقا حسن شیرازی هم شعرهای خیلی عمیقی داشت، کمتر شاعری که بتونه با کلمات سهل یسیر اون معانی عمیق را ابراز کنه. آقا حسن شیرازی شعراشون هم سلسه هم عمیقه که یک کتابی هم در بابت شعر و ادب چاپ کرده بودن به نام الادب الموجه که یکی از مفکرین بزرگ اون وقت به نام جورج جرداق ایشون مقدمه اون کتاب را نوشته بود، کتاب خیلی ثمینی بود. دلیل بر این بود که ایشون خیلی متعمق بودن در ادب و در شعر و در همه انواع علوم رحمت الله علیه. کذلک خود آقای اسد مجتبی هم شاعر بودن، شعرهای خوبی گفته بودن در کربلا، الان در ذهنم نیست ولی دیدم شعراشون. خلاصه این خانواده از نور اهل بیت بهرمند هستن، بودن و هستن. خدا انشاءالله
اون امواتشون را رحمت کنه و احیائشون را عافیت بده و طول عمر بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.